حاملان ترور عبدالسلام عابد معلوم شد. سلام، وقتتان بخیر. خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای چینل دیلی برس. تقاضا می نماییم تا آخر این ویدیو با ما بوده و چینل ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. گزارشنامه افغانستان در برگه رسمی فیسبوک خود می نویسد: ترور عبدالسلام عابد معلوم شد. ترور عبدالسلام عابد از سوی شبکه حقانی. اطلاع موثق از کابل مشهر است که مولانا عبدالسلام عابد، خطیب مسجد حاجی عبدالرحمن، از سوی شبکه حقانی هدف ترور قرار گرفت، اما جان به سلامت برده است. شبکه حقانی در هفته های پسین اشخاص مشکوک و گزیده از سوی خود را بر فراز منبر مسجد جامع می فرستاد و آنان خطابه های منحرف و سیاسی را برای متقاضیان اراد می کردند. این برخورد غیر روحانی و زورگویانه اعتراض سلام عابد را برانگیخته و تصمیم به ترک مسجد جامع گرفته بود. همزمان با ترک مسجد جامع و خداحافظی با اهل صلات، با خروج از مسجد در مسیر را هدف ماین چسبکی قرار گرفته است. ترور و حذف روحانیون سرشناس از سوی طالبان، از وخامت وضعیت و ترس این گروه از مردم و خطیبان خبر می دهد. در همین حال، انفجار در کابل، 4 نفر به شمول یک عالم دینی زخمی شدند. وزارت داخله طالبان تایید کرد که در پی وقوع یک انفجار در شهر کابل، 4 نفر به شمول یک عالم دینی زخمی شده اند. طبق گزارش ها، این انفجار پس از ظهر امروز جمعه 26 قوز در منطقه پروان 3 از مربوطات ناحیه 4 شهر کابل رخ داده است. عقیل جان عظام، معاون سخنگوی وزارت داخله طالبان، در پیامی به خبرنگاران گفت که این انفجار ناشی از ماین بوده و مولوی عبدالسلام عابد از عالمان دینی را هدف قرار داده است. و گفته این منبع، در این انفجار عابد با 3 دوست خود سطحی زخم برداشته اند. وزارت داخله طالبان گفته است که این حمله را به صورت جدی بررسی می کند و عاملان آن به چنگ قانون می سپارد. مسئولیت این انفجار را کسی و یا گروهی به عهده نگرفته است. پس از تسلط طالبان، حملات و انفجارها به داعش نسبت داده می شد. در همین حال، و نقل از صفحه رسمی 8 صبح، ملل متحد می تواند بحران افغانستان را به فرصت تبدیل کند. کنگرس آمریکا در نامه به وزارت خارجه و وزارت خزانه‌داری آن کشور از اداره بایدن خواسته است که به حل بحران افغانستان کمک کند. در نامه بیشتر بر ادامه کمک‌های مستقیم با مردم افغانستان و نقش سازمان ملل متحد در عملی کردن این طرح تاکید شده است. اعضای کنگرس گفتند که تمایلی با کمک به حکومت سرپرست طالبان ندارند، اما نمیتوانند اجازه دهند که مردم افغانستان به دلیل فقر روز افزون با فروپاشی در زمستان پیش رو رو به رو شوند. قرار است کنگرس در نشست توجیهی با اداره بایدن در جنوری 2022 روی این موارد صحبت کند. با توجه به پیشنهاد کنگرس، ممکن است که آمریکا نیز با کمک نقدی به سازمان ملل متحد و سپس ارائه آن به مردم افغانستان توافق کند. در پیشنهاد واضح گفته شده است که این پول در اختیار حکومت سرپرست طالبان قرار نخواهد گرفت.
و مستقیم به مردم افغانستان کمک می شود. در این میان، موقف حکومت سرپرست طالبان در مورد این کمک ها روشن نیست. باید دید که آنان چگونه با یک چنین روی کرده در شرایط کنونی کنار می آیند. از وضعیت پیداست که تغییر در نگرش جهانیان به افغانستان حل بحران را ساده تر می کند. تلاش جهان برای کمک به مردم افغانستان سبب می شود که کمک ها به گونه مستقیم در اختیار خانواده های نیازمند قرار گیرد. این کمک ها به هر اندازه که زودتر انجام شود به همان اندازه بحران را کنترل می کند. نقدی بودن این نیز می تواند که بحران نقدینگی کنونی را حل و با وضعیت موجود بازارهای افغانستان نیز کمک کند. به نظر می رسد که جهانیان کلید مبارزه با بحران در افغانستان را یافتند. نقش ملل متحد در حل بحران افغانستان حیاتی است. این سازمان همواره در بیشتر کشورها در مبارزه با بحرانهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و صحی کمک کرده است. اکنون نیز سازمان ملل متحد می تواند نقش ناجی را در افغانستان ایفا کند. با این حال تنها مشکل بزرگ این سازمان طرز کمک در شرایط فعلی است. این سازمان در شرایطی که بازارهای افغانستان را کد هست و پول نقد وجود ندارد، بخش زیادی از کمک‌هایش را غیر نقدی انجام می‌دهد که با بحران موجود می‌افزاید. در روزهای اخیر بخشی از این کمک‌های نقدی انجام شده که در حل بحران نقدینگی کمک کرده است، توقع می‌رود که سازمان ملل متحد و سایر آژانس‌های کمک کننده آن در شیوه کمک‌های غیر نقدیشان تجدید نظر کنند، زیرا کمک های غذایی جز سیر کردن شکم مردم سودمندی زیادی ندارد. با تشکر که تا آخر این ویدیو با ما همراه بودید. ما منتظر نظریات و پیشنهادات سالم شما دوستان هستیم. جهت حمایت از ویدیوهای روزانه ما، چینل یوتیوب ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. تا ویدیوی دیگر، خدا یار و نگهدارتان، اوقات خوش داشته باشید.